در حال حاضر شاهد این هستیم که تشکل‌هایی در قالب‌های مختلف در ایران شکل گرفته و می‌بینیم که جریانات پررنگ و تأثیرگذاری مثل کمپین 1 میلیون امضا که فعالیتی از خانم‌ها داره کار می‌کنه و خب کم نیستن از این دست اتفاقات که داره می‌افته. نقش خانم‌ها، نقش بانوان رو کلاً در جریانات اخیر، در خیزش‌های مردم، در جهش‌های جامعه شهروندی کنونی ایران اگر بخواید یه مقایسه بکنید با اونچه که در بهمن 57 اتفاق افتاد و حواشیش، چگونه ارزیابی می‌کنید وضعیت بانوان رو و میزان دخالت و تاثیرگذاریشون رو بر روند جریانات؟ خانم‌ها بزرگترین بازنده انقلاب اسلامی بودن، برای اینکه خیلی سخت پیوستن به جریان انقلابی و بیش از همه آسیب دیدن در اثر انقلاب و زود متوجه شدن که چه اشتباه کردن. در همه این 30 ساله خانم‌ها در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی بودن، تردید نیست. سالا چه در دانشگاه، چه در سطح جامعه، سطح عمومی جامعه. اما جنبش سبز اصلا یک ویژگی زنانه پیدا کرده. یکی از نقاط قوتش است که یک عنصر زنانه وارد شده، نه اینکه حالا زنان درش فعال هستن، زنان در همه جنبش ها فعال بودن، ولی حال و هوا و نگرش زنانه ای داره، یه لطافتی، یه تعادلی، یه مهربانی وارد این جنبش کردن خانم ها. و خب در مرد ها میدونید همه مرد ها یه رگه زنانه دارن و بالعکس این تأثیر خانم ها مردها رو هم به خود انسانی تر کرده است. درست که جنبش خیلی خیلی امروزیه، خیلی عمیقی است که فکر نمی کنم که با زور بشه سرکوبش کرد و از بینش کنه. برای که از درون روان جامعه بیرون آمده و داره رشد میکنه. آقای همایون، اگر بخواهیم بپردازیم به نقش خارج نشینان، یعنی کسانی که مثل ما در خارج کشور زندگی میکنند و به هر حال قلبشون برای مملکت میتپد و میل دارند که به هر طریقی با اون جریان همسویی و همراهی داشته باشند، اولا که خواهش میکنم بفرمایید که بهترین و مفیدترین نقشی که خارج نشینان در تاثیر روی این جریان میتونن داشته باشن چه چیزی هست؟ و پیشتر از شما شنیدیم که به دو دسته تقسیم کردید، سیاست سازان و سیاست بازان. سیاست سازان که علاقه تکلیفشون مشخص هست، اون کسانی که در این بین سیاست بازی میکنند و قصد سوء استفاده از جریان و تأخیر رو دارند، فکر میکنید که از چه طرقی میشود که اونها رو شناخت و تشخیص داد که به بیراهه میرند و به بیراهه میبرند؟ نه، حالا با این نگاه نباید نگریست فقط زیاد، لزوماً سوء استفاده نیست، اما این گرایش طبیعی هست در انسان و آدم ها که هر جریانی رو به سود خودشون بچرخانند. دیشب من این صحبت رو کردم که اگر در درون ما میبینیم که مرزها داره برداشته میشه و همه دارن همگرا میشن به اصطلاح، نباید در بیرون این جنبش رو تکه تکه بکنیم. و گفتم که در همین شهر استکهلم مثلا 5 سازمان گوناگون، 5 تشکیلات حالا رسمی غیر رسمی گوناگون دارن فعالیت میکنن برای جنبش سبز. این معنی نداره، جنبش سبز یکی بیشتر نیست. و یا مثلا توصیه کردم که اگر کسانی به عنوان پشتیبان راه سبز امید دارن فعالیت میکنن، کارشون عبث هست. و اینکه اون کاری که راه سبز امید در ایران دارد میکنند و باید بکنند یا در استکهلم نمیتوانند بکنند، اینا بهتر از همون به جنبش سبز کمک بکنن. ولی به نظر مسئله زمان از حل خواهد شد، متوجه خواهند شد که نتیجه نداره. تمام این فرمولایی که پیشنهاد بکنن آخرش به اونجا میرسد که زیادی رو نمیتواند جلب بکنن، برای اینکه یک پیام بیشتر نیست. اون دموکراسی لیبرال است، ما نمیتوانیم انتخابات رو جای این بگذاریم، رفراندوم رو جای این بگذاریم، یا هر چیز دیگری رو سکولاریسم رو جای این بگذاریم، چون دموکراسی لیبرال شامل همه حرف هست، در برگیرنده همه حرف هست. و در حالی که در ایران همه این خواست ها رو دارن، ما در بیرون بگیم یکی شاید مهم است، خب به اسم اینکه با این همه همه رو میشه جمع کرد، خب بلعک بشه همه رو جمع کرد درست هست، چون نمیشه باطل خواهد شد. این است که بهتر است این مرزها در بیرون هم از بین برد، ولی نرفتم نرفت، چون اصل کار در ایران است.
آقای همایون، در پایان از شما ضمن اینکه تقاضا میکنم یک جمع‌بندی بفرمایید، میخوام تقاضا بکنم که نظر خودتون رو در مورد آینده جنبش سبز هم یک مقداری بفرمایید و با توجه به سمت سویی که گرفته، البته قابل پیش بینی و تشخیص قطعی که فکر نمی کنم باشه، ولی اون چه که به نظر میرسه حداقل میخواد بره رو لطفا بفرمایید. جنبش سبز تا اینجا مقدار زیادی از کاری که باید بکنه کرده، یعنی حال و هوا و فضای سیاسی ایران رو به کلی عوض کرده است، گفتمان جامعه رو، یعنی بحث مسلط سیاسی جامعه رو عوض کرده است، قابل برگشت نیست به گذشته، شکاف میان دستگاه و کارتی مردم رو پر نکردنی کرده، شکاف در درون خود دستگاه حکومت جمهوری اسلامی رو به حدی رسونده که اون هم دیگر پر شدن نخواهد بود. این است که در آینده از هر چه بر بیاید جنبه اضافی دارد و البته بیش از اینها پیش خواهد رفت، در این شکل نیست، ولی حتی مثلا فرض کنیم که همینجا تمام بشود، باز کار اصلی انجام گرفته. از این به بعد هوشیاری بیشتری لازم است و کار آگاهانه، کار تا کنون کار جنبش سبز جنبه خودانگیخته داشته، حالا باید خود بیشتر اندیشیده بشود، یعنی در رشته های معینی تکه بیشتر گذاشته بشه، دهی کارهای معینی رو دنبال بکنن، جنبه هم خود انگیخته به نظرم لغت خیلی خوبیست، یعنی همینطوری چیزی پیش میاد و انجام میدیم، اون دیگه دورش شاید تمام شده و تشکیلات هم لازم ندارد این کار همون منظم با نقشه به اصطلاح. این است که حالا یه دوره کار منظمتر به نظرم شروع شده است که باید جامعه از آتش برمیارید. از زمانی که به من دادید بی اندازه از شما سپاسگزارم. گفتگوی با آقای دکتر داریوش همایون از شهر استکهلم، پایتخت کشور سوئد.